گزارش جدید سازمان ملل متحد چشمانداز جهانی را برای سال جاری در خصوص امنیت غذایی ساکنان دنیا تاریخ می‌خواند و در ادامه می‌گوید که درگیری‌ها در غزه، سودان و سایر مناطق مشابه و علاوه بر آن تغییرات و شوک‌های شدید آب و هوایی و اقتصادی ناامنی غذایی را در سطح جهان تشدید کرده است. به گزارش همکارم توجه فرمایید. طبق گزارش سازمان ملل در سال 2023 بیش از 282 میلیون نفر در جهان با گرسنگی شدید مواجه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناامنی غذایی در جهان در سال 2023 تشدید شد و نزدیک به 282 میلیون نفر به دلیل درگیری‌ها به ویژه در غزه و سودان از گرسنگی شدید در رنج قرار گرفتند. طبق گزارش شبکه اطلاعات ایمنی غذا، جنگ، حوادث شدید آب و هوایی و شوک‌های اقتصادی در سال 2023 به تعداد افرادی که با ناامنی غذایی حاد مواجه شدند 24 میلیون نفر افزود و به رقم 282 میلیون نفر رسید. فیلیور واترز، معاون دفتر اضطراری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو به فرانس پرس گفت افزایش ناامنی غذایی سال گذشته به دلیل پوشش گسترده ناامنی و فروپاشی وضعیت در 12 کشور از جمله در سودان و غزه رخ داد. این مقام ملل متحد همچنین گفت که از سال 2016 به این سو، زمانی که برنامه جهانی غذا نخستین گزارش خود را منتشر کرد، شمار افرادی که از ناامنی غذایی رنج می‌برند از 108 میلیون به 282 میلیون نفر افزایش یافته است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در مقدمه این گزارش نوشته است در دنیای فراوانی ها کودکان از گرسنگی می‌میرند. او در ادامه افزود جنگ، آشفتگی آب و هوا و بحران معیشت همراه با اقدامات ناکافی سبب شده که تقریباً 300 میلیون نفر در سال 2023 بحران غذایی شدید را تجربه کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین تأکید کرد که با این همه بودجه کافی برای رسیدگی به این وضعیت بحرانی همه انسان‌ها در دسترس قرار نمی‌گیرد. گفتنی است که سال 2023 پنجمین سال متوالی برای تعداد زیادی از افرادی بود که ناامنی غذایی حاد را تجربه کردند. ناامنی غذایی حاد زمانی رخ می‌دهد که جمعیت با محرومیت غذایی مواجه شده و زندگی و معیشت آنها بدون توجه به علت یا مدت آن مورد تهدید واقع شود. همچنین طبق این گزارش، بحران‌های طولانی مدت غذایی در افغانستان، کنگو، اتیوپی، نیجریه، سوریه و یمن ادامه دارد.